بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على هذه المقابلة الطيبة، وتحياتي إلى كل مناضلي معسكر أشرف الذين يناضلون. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی تشکر میکنم به خاطر این مصاحبه و درودهایم به همه مبارزین در قرارگاه اشرف، کسانی که به خاطر آزادی و دموکراسی بر علیه استبداد رژیم آخوندی در ایران مبارزه میکنند و آن را در همه جا محکوم میکنند. اسم من عنقیر ابوبکر است، از مغرب. مبارز حقوق بشر در بسیاری از سازمانهای حقوق بشری ملی و بین المللی هستم. عضوی از سازمانهای امازیغی در دفاع از حقوق بشر بودم. امازیغی یک طایفه آفریقایی سرکوب شده در مغرب است که بسیار از جنوب مغرب جزء این طایفه هستند و عضو سابق انجمن دفاع از حقوق بشر و بسیاری از سازمانهای جنوبی و گفتگوی ملی که یک مرکز بین المللی می باشد. در گفتگوی فرهنگ ها و تاریخ ها و در بسیاری از تجمع های بین المللی شرکت داشتم و آخرین آن در دیداری در برلین بود و بسیاری از تجمع های دیگر در سطح بین المللی. همچنین نوشتن مجموعی از مقاله ها در بسیاری از مجلات حقوق بشری و روزنامه ها و مجلات بین المللی و ملی. نظام ایران الان هو من آخر قلاع الاستبداد في العالم. تعرف بان النظام الايراني یعنی ارتکب مجموعه. همانا که رژیم در ایران یکی از حکومت‌های استبدادی در دنیا میباشد، آگاه هستیم که رژیم ایران مرتکب بسیاری جرائم در حق بسیاری از خلق‌ها در کشورهای مختلف شده است. در تصمیم گیری های این کشورها دخالت میکند، زیرا که این رژیم به خصوص بعد از به لرزه در آمدن رژیم سوریه رژیمی در آستانه سرنگونی میباشد. همانطور که همه آگاهیم، رژیم ایران سعی در دخالت در عراق دارد. رژیم ایران میخواهد بحرانهای خود را به خارج از ایران صادر کند، میخواهد شکست دیپلماتیک خود در سطح بین المللی را با فعال کردن بحرانها و جنگهای بسیار در اینجا آنجا سرپوش بگذارد و فکر میکنم که قرارگاه اشرف است که مانع و سد پیشرفت سیاستهای رژیم به خصوص در عراق شده و این فشارها بر روی اشرف به این دلیل است. مجموعة من الحروب الوهمية هنا وهناك، أظن بأن معسكر أشرف الآن الذي يعني تسر الحكومة الملل بإيران بالضغط على الحكومة العراقية العاملة لها، أظن بأن ذلك يدخل في هذا السياق. در ادامه این گفتگو از آقای بوبکر خواستیم در رابطه با فعالیت‌های خودش برای اشرف توضیح بده. بداية أولا تعرفت للشرف، تعرفت على بعض الأصدقاء منهم سعادته يعني على هذا الملف الشائك جدا. بله، در ابتدا با کمال افتخار من با برخی دوستان اشرف آشنایی پیدا کردم و مدتی است که روی این پرونده کار میکنم. همچنین بسیاری از کانال های تلویزیونی هستند که از اشرف در آنها سخن گفته میشود و جرم هایی که رژیم ایران در مقابل مجاهدین مرتکب شده است و اینها بسیار شناخته شده هستند. به همین خاطر ما در شمال آفریقا و همچنین در اروپا خیلی خوب میدانیم که رژیم ایران رژیمی است که ناقض حقوق بشر است و مانع آزادی مطبوعات میباشد. ولی آنچه که واضح است، این فشار را از طریق حکومت مالکی بر اشرف وارد میکند، حکومتی که بعد از سقوط صدام حسین با حمایت های دیگر آن سر کار آمد و آنچه که در نظر گرفته شده بود این بود که یک دولت دموکراتیک در عراق برقرار شود، دولت آزادی ها و دولتی که در کوشش برای همگان است و نه دولتی طایفه‌ای آنچه که همکنون می باشد. اما متاسفانه دولت مالکی آلت دست خوبی در دستان رژیم ایران شده که از طریق آن دست به مانورهای دیپلماتیک خود در اینجا و آنجا می زند، به خصوص در رابطه با ایران و آمریکا. و ایران از طریق دخالتهایش در عراق و حزب الله در سوریه و همچنین بسیاری از جاهای دیگر از جمله در لبنان و در فلسطین خط فشار دیپلماتیک خود را پیش می برند و ما در مغرب با قرارگاه اشرف آشنایی پیدا کردیم، با شرایط سخت و فشارهایی که آنها با آن مواجه هستند آشنا شده ایم. ما در مغرب مانند بقیه جاهایی که از حقوق بشر حمایت میکنیم از اشرف نیز حمایت به عمل میآوریم. اینجا حمایت و همبستگی بسیار بزرگی در دفاع از کمپ اشرف و ساکنانش وجود دارد و همچنین رعایت حقوق بشر در این کمپ و صرف نظر از هر وابستگی و هر دیدگاه سیاسی که داشته باشند، آنها انسانهایی هستند که در اشرف زندگی میکنند و به همین خاطر ما از این کمپ به دلیل توافقات بین المللی و حقوق بشری و به خصوص از نظر اسلامی و از نظر ارزشهای جهانی دفاع میکنیم و از ساکنانش برای یک زندگی شرافتمندانه، برای تحقق حقوقشان و همچنین تحقق امیدهای دموکراتیک و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حمایت میکنیم. من باب القيم العالمية
تحديدا أن ندافع عن هذا المخيم، عن ساكنته، عن حقوق سكانه وساكنته من أجل العيش الكريم، من أجل الديمقراطية، من أجل تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. من فکر میکنم که ما تازه در شروع این کار هستیم. در مغرب ما اینجا با سفیر آمریکا در مغرب ملاقات کردیم و این موضوع را با او مطرح کردیم و خوب آن را فهمید و مطلع بود که چرا یک دیپلمات سابق در برخی کشورهای همسایه ایران بوده و خیلی از اتفاقاتی که در ایران و اشرف رخ میدهد را مطلع بود و به ما قول آن را داد که او نیز تمام تلاشش را خواهد کرد تا به وزارت خارجه آمریکا این پیام را برساند تا آنها نیز به وزارت خارجه عراق جهت حل این مشکل فشار بیاورند. همچنین اکنون در حال ارائه گزارشی هستیم به اتحادیه اروپا که از طرف بسیاری از شخصیت‌های مغربی و وکلا و مدافعان حقوق بشر در مغرب امضا شده. همچنین به پارلمان مغرب که به زودی در پارلمان از موضوع اشرف هم صحبت می‌کنیم، موضوعی که به آن به عنوان یک موضوع انسانی و حقوق بشری نگاه میکنیم. حتی دقیقه ای را هم برای دفاع از آنها از دست نخواهیم داد، به اعتبار آنکه این یک موضوع انسانی و یک موضوع دموکراتیک میباشد. به اعتبارها قضیه دموکراسی، قضیه تقرير مصير، قضیه حقوق انسان. آقای انقی بوبکر در ادامه صحبت‌های خودش پیامی را هم خطاب به اشرفیان فرستاد. این پیام را هم با هم بشنویم. أولا تحية لكل ساكنة معسكر أشرف، المناضلين المخلصين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحق تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ضد. درودهای من به کل ساکنان اشرف، مبارزینی که صادقانه برای دفاع از حقوق بشر مبارزه می‌کنند و یک مبارزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به پیش می‌برند. آن چیزی که قوانین شرعی و حقوق بشری آن را تضمین کرده و مبارزه‌ای که آنها بر علیه این نظام وحشی انجام می‌دهند بسیار شناخته شده است. نیات شوم رژیم ایران بر علیه آنها که خواسته‌های برحق اشرفیان را مسکوت گذاشته‌اند بسیار واضح است. من فکر می‌کنم که ساکنان اشرف شایسته احترام و تقدیر می باشند. فکر می کنم که تاریخ ملت ها فدا و قربانی آنها را که دائما با دستاوردهای مثبت همراه است ثبت خواهد کرد. صبر و ایستادگی آنها، مبارزه آنها و رهبری آنها در این مبارزه و همسویی و همصدایی جامعه بین المللی با آنها را نیز ثبت خواهد کرد. به نظر من همه این عناصر که در جامعه بین المللی ثبت در ثبت در طرف اشرفیان ایستادند یک بُعد بین المللی و انسانی به این موضوع داده. من اعتقاد دارم که ساکنان اشرف که حقوق خودشان را با یک مبارزه مسالمت‌آمیز به پیش می‌برند با تأثیر بر روی افکار عمومی و فرهنگ آزادی‌های حقوق بشری به پیش می‌روند و انشاءالله آنها در این آرمان به موفقیت خواهند رسید. سرنوشت شما در مبارزه‌ای که همه مبارزان و همه نیروهای شرافتمند و مبارزان دموکراتیک در همه دنیا به پیش می‌برند درخشان می‌باشد. متشکرم. اولا معذرت میخواهم به دلیل تأخیری که داشتم و معذرت خواهی دومم از ساکنان اشرف است که ما در مغرب خوب با آنها آشنا نبودیم و من قول میدهم به شما و به همه اشرفی ها که به مبارزه برای حقوق و خواسته های آنها روز به روز می‌افزاییم، چرا که آرمان اشرف یک آرمان والا و شریف است و موضوع قرارگاه اشرف در صدر کارهای ما قرار خواهد گرفت و از شما به خاطر این مصاحبه تشکر می‌کنم.